قانونگذاران آمریکا بر لزوم نگه داشتن فشار و تشدید تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی تأکید می‌کنند. آسوشیتد پرس از واشنگتن گزارش داد تدابیر شدیدتر اقتصادی کنگره آمریکا علیه رژیم تهران کار دیپلماتیک اوباما را در صورتی که پیشرفت سریع در تعامل با این رژیم نداشته باشد دچار مشکل خواهد کرد. در حالی که به خاطر تعطیلی فعلی دولت آمریکا کنگره نسبت به تماس تلفنی اوباما با روحانی واکنشی نداشته است، قانونگذاران برای وضع قانون تحریم‌های جدید رو به جلو می‌روند. سناتور مارک کرک، عضو کمیته بانکی سنا که حامی دور جدیدی از تحریم‌های شدید است، گفت: ما باید مقامات جدید رژیم ایران را بر اساس اعمالشان و نه بر اساس حرف‌هایشان قضاوت کنیم. تا زمانی که رژیم ایران به تلاش برای دستیابی به توانایی تسلیحات اتمی، ساختن موشک‌های بالستیکی دوربرد، حمایت از تروریسم در سراسر جهان و نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد، مجلس سنا باید حداکثر فشار اقتصادی را بر روی این رژیم اعمال کند تا به دیپلماسی شانس موفقیت بدهد. از سوی دیگر سناتور رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، تأکید کرد تعامل دیپلماتیک با رژیم ایران نباید موجب خرید زمان شود یا از تحریم‌ها جلوگیری کند و به رژیم امکان رفتن به سوی توانمندی تسلیحات اتمی بدهد. به گزارش واشنگتن پست، آنتونی کورتزمن، کارشناس امور خاورمیانه، مذاکره با رژیم ایران بر سر بن‌بست اتمی را آخرین فرصت قبل از رسیدن این رژیم به نقطه بازگشت ناپذیر دانست. واشنگتن پست افزود اسرائیل در این میان به آمریکا در مورد معامله با روحانی اخطار داده و گفته است رئیس جمهور جدید رژیم ایران یک معرکه بازارگرمی را پیش می‌برد. دیپلمات‌های مستقر در وین گفتند هیچ پیشرفت واقعی در مذاکرات اتمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رژیم ایران حاصل نشده است. به گزارش رویترز، دیپلمات‌ها که پشت درهای بسته توجیه شدند گفتند امید به ملاقات رژیم ایران و آژانس ممکن است نقش براب شود، آن هم تنها به خاطر آنچه که کشورهای غربی آن را مانع تراشی توسط رژیم ایران می‌بینند.